بیشترین گناهایی که انسان انجام میده و او گناه ها در درون انسان راه میابه از چهار دریچه هست. همین چهار دریچه را انشاءالله بیان میکنیم. در ابتدا با خود تعهد داشته باشیم که این دریچه ها را در حد توان خود مسدود میسازیم تا از ما معصیت و نافرمانی پروردگار صورت نگیره، ما از الله خود نافرمانی نکنیم. اولین دریچه، دریچه نگاه های چشم هست که محافظت از این دریچه یا نگاه های چشم باعث حفظ عورت و ناموس انسان میشه. که اگر دریچه چشم حفاظت شد، عورت انسان، ناموس انسان حفاظت میشه. اگر انسان نگاه های خود را رها بسازه و مهار نکنه و در کنترولش نباشه، با انواع مشکلات و هلاکت ها مواجه میشه. چون گناه از نگاه آغاز میشه، سرمنشی اکثریت گناه ها از نگاه بوده. رسول ما صلی الله علیه وسلم میفرماید، حدیث را ابو داود روایت کرده، میگه نگذارین که نگاه دوم نگاه اول شما را دنبال کنه. اگر نگاه اول از شما صورت گرفت، نگذارین که نگاه دوم از شما صورت بگیره، به خاطر از اینکه اولش عفو هست ولی دومی چنین نیست. دومی در خیر تو نیست، دومی شاید تو را هلاک بسازه، دومی شاید تمام خوبی ها را ازت بگیره، دومی شاید پریشانت بسازه، دومی شاید غمگینت بسازه، دومی شاید از تمام سرفرازی ها و سربلندی ها تو را به عقب بکشه، دومی شاید مسیر تو را به طرف جهنم ترسیم بکنه. نگاه اولی عفو هست ولی دومی اگر صورت گرفت، ایجاست که شیطان کار خود را آغاز میکنه. مسند احمد حدیث را بیان کرده و روایت کرده، رسول ما صلی الله علیه وسلم میفرماید که النظرتو سهم من سهام ابلیس، دید چشم تیری از تیرهای شیطان هست، از ابلیس هست. کسی اگر این دید حرام را ترک بکنه، دیدن حرام را ترک بکنه، الله متعال به او ایمان نصیب میگردانه که شیرینیش را در دل خود احساس میکنه، شیرینی و ایمان را در قلب خود احساس میکنه. چون اکثریت اوقات بعضی از انسانها، بعضی کسا سوال میکنند که من نماز میخوانم لذت نمیبرم، قرآن میخوانم لذت نمیبرم، دعا میکنم لذت بخش برای من نیست، از عبادت لذت نمیبرم، از اشتراک در مجالس دینی خسته میشم. این به خاطر ازی است که نگاه ها کنترل نمیشه. دریچه ورود گناه باز هست. این پلکی که ما میزنیم، طرفت العین یا پرده ای که بر روی چشم ما گذاشته شده، این نه تنها که از خاک و از سایر ویروس ها تو رو حفاظت میکنه، از ویروس ها چشمت حفاظت میکنه، به خاطر ازی است که گاه اوقات پرده رو پایین کن. گاهی اوقات امی دریچه باید بسته شود، باید پایین کشیده شود. در قرآن کریم برای ما شما دستور داده شده، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، جدا برای مردای مؤمن و جدا برای زنهای مؤمن دستور داده شده، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، مردای مؤمن و زنهای مؤمن اینو بفهمن که چشمایتون رو کنترل کن. چشم تنها به این معنا نیست که طرف یک نامحرمی یا دختری کس نظر نکنه، هر جای حرام باید چشمت کنترل باشه، او چه پسر باشه، چه دختر باشه، چه صفحات اجتماعی باشه. ای چشمی که الله متعال به تو نصیب کرده، ایره خلاف الله استعمال نکن. چون که مسیر زندگیت را برات انتخاب میکنه که به کدام مسیر قدم میزنی. چون خیلی چیزها رو چشم برات زیبا میبینه، زیبا میبینش، اما در نهایت میبینه که اثرات بدش را یک ماه بعد، یک سال بعد، سالهای بعد خواهد دیده که چی اثرات بد و پیامدهای شومی را در پی داشته. اما یک نگاه، خیلی از حرکات بدی که از انسان رخ میره از یک نگاه آغاز شده. یک نگاه انسان را هلاک کرده، به فلاکت کشانده. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید غضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم، چشمایتان پایین نگه دارین و فرجهایتان را حفاظت بکنه. رسول ما صلی الله علیه و سلم میگه. و همچنان بخاری یک حدیث روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده ایاکم والجلوس علی الطرقات، میگه از نشستن در مسیر راه ها، در راه ها اجتناب بکنن. صحابه عرض کردن گفت یا رسول الله،
از این چیز خمار خلاصی نیست. گاه اوقات ضرورت میشه که ما در مسیر راه قدم میزنیم، در مسیر راه باید گاه اوقات بنشینیم یا یک کسر آدرس میدیم. گویا می تو چیزهای صحابه به پیامبر میگه، رسول الله میگه پس حق راه را ادا بکنید. صحابه گفتن یا رسول الله حق راه چی است؟ اول این میگه که چشمایتون رو بپوشانید، غضوا ابصارکم، چشمایتون رو بپوشانید و همشون اذیت را از راه دور بکنید. و در ضمن کسی که به شما سلام میاندازه، رد سلام یعنی جواب سلامش رو بدید. اگر میخواهین آرام باشین، چشمایتون رو کنترل کنید. اگر میخواهین برنامه هایتون از هم نریزه، چشمایتون رو کنترل بکنید. اگر میخواهین موفق باشین، چشمایتون رو کنترل بکنید. چون اکثریت اوقات یک دید چشم سالها غمگینی و پریشانی رو در پی داره. یک دید چشم سالها تو رو از موفقیت و سرفرازی عقب کشانده. یک دید چشم گاهی اوقات دیدت یا چشمت چیزها رو برات زیبا میساز، در حقیقت او زیبا نیست، در حقیقت او خوشنما نیست. او رو برات جلوه داده، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب، زینت داده شده، این زینت برات مزین شده، این چیزها برات مزین میشه. چرا نگاه خود را کنترل بکنیم؟ علتش چی است؟ به خاطر از اینکه وقتی که اگر نگاه کنترل نشوه، چشم کنترل نشوه، این یک دفعه اگه دریشه را باز گذاشتیم، بعد از این کار قدم دومی خیالات هست. حتما وقتی که یک چیز را دیدی، خیالات در ذهنت میاد، تصورات در ذهنت می داشته باشی و این تصورات و خیالات به فکر تبدیل میشه. خب دقیق متوجه باشه، اگر نگاه کنترل نشوه، این به خیال تبدیل میشه. اگر این خیال هم کنترل نشوه، این به فکر تبدیل میشه. وقتی که به فکر تبدیل شد یا به اندیشه تبدیل شد، این باعث بر انگیختن شهوت انسان میشه. این شهوت به اراده تبدیل میشه و اراده به تصمیم قطعی و نهایی تبدیل میشه که مکار زشتی هست به نام زنا. پس میبینیم که از کجا آغاز شده؟ از نگاه آغاز شده. او گناهی که نهایتش به تصمیم قطعی مبدل میشه، نهایتش به آبروریزی دو طرف تبدیل میشه، از نگاه آغاز شده. نگاه ها رو کنترل بکنه. گاهی اوقات امین نگاه تو رو مورد خشم پروردگار قرار میده. گاهی اوقات توسط یک نگاه که آینده خیلی بد در پی داره، الله متعال از خود ناراض میسازه. تنها نگاه به این معنا نیست که ما طرف یک نامحرمی نبینیم که در ظاهر در پیشروی ما قرار داره. فیزیکن متوجه موبایل های خود باشه، متوجه صفحات اجتماعی باشیم که وقتی که صفحه میزنیم متوجه باشیم که چشم با چی رو میبینه. شاید بعضی علما در آینده بنویسن یا یه بگوین که دید چشم به طرف موبایل خطرناکتر از اینکه تو یک چیز را ظاهرا از نزدیک ببینی، به خاطر اینکه اموقدر چشمت حیا میکنه از نزدیک یک کس را دوامدار دیده نمیتونی، یک حرام را یا یک چیز حرام را دوامدار دیده نمیتونی، اما در موبایل چشم سیر میبینیش، دقیق میبینیش و عمیق میبینی. و عمیق دیدن در نهایت عمیق فرو رفتن در هلاکت ها است که تو را عمیق به او طرف میکشن، در گودال های از هلاکت تو را میکشن. پس بین با خود تعهد بکنیم که من بعد چشم ها باید کنترل باشه. اگر چشم ها کنترل شد، از عبادتتان لذت میبره. خیلی اوقات شاید یک نگاه باعث ازی شده باشه که شما از نماز تهجدتون عقب مانده باشه. یک نگاه، یکی نگاه هست که دریچه از آغاز معصیت ها و نافرمانی های پروردگار هست. خیلی کسا خود را باختن توسط یک نگاه، خیلی از اشخاص، اما یک دید باعث شده. وقتی که دید باعث شود، یک دید باشه، بالاخره او طرف اخلاقیات یک شخص متقابل متوجه نمی باشه، چون فقط دید مد نظر بوده، فقط زیبایی ظاهر مد نظر بوده. پس اولین دریچه گناه و معصیت این هست که ما نگاه های چشم خود را کنترل نمی کنیم. خیلی خطرناک است. و در ضمن یکی از پیامدهای شومی که بازگذاشتن نگاه های چشم باعثش میشه، اوی است که موجب غم و اندوه میشه. خیلی از اوقات بعضی کسا پرسان میکنه که من غمگین استم، پریشان استم. چرا؟ بچو شاید چشمت بی جای خورده باشه، شاید چشمت یا چشمای چیزهایی را دیده باشه که نباید میدید. شما در آیات قرآن کریم سوره نور است، انشاءالله در سوره نور است، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. در سوره نور اینه میتونست که الله متعال یک دفعی هر دو رو مخاطب بکنه، یا در کلمه آمنو هر دویش را جمع بکنه. مرد را جدا گفته چشمایتو کنترل کن، و زن را جدا گفته که چشمایتو کنترل بکنه.
میتونست که یک جایی بگویه. پس اولین دریچه چون این در ترتیب که ذکر کردم ایره اول بگیرن. اول اگر چشم کنترل شد خیالاتت کنترل هست. آینده در کنترل خودت هست. برنامه ریزیت گدوت نمیشه، خراب نمیشه، پراگنده نمیشه. از برنامه های تعقیب نمیفتی. پس چشمای خود را کنترل بکنه. چون این اولین دریچه ورود گناه و معصیت هست. اولین دریچه نافرمانی از پروردگار هست. دومین دریچه که یا از دریچه های اساسی ورود گناه به شمارش میه و دریچه گفتار هست که ما و شما در این بخش خیلی مشکلات داریم. حتی خواص هم نمیتونه که در این مورد خود را کنترل بکنه. قبل از اینکه از دهن ما چیزی خارج میشه یک دفعه در ذهن خود را بپرورانیم و یک دفعه در ذهن خود بگردانیم که ما چی میگم. شاید کلمه ای از دهنت خارج شوه که از پهلوی بهشت رو به طرف جهنم بکشونه. شاید کلمه ای از دهنت خارج شوه که تو رو ایمانت را زائل بسازه و تو مشرک شوی. شاید کلمه ای از دهنت خارج شوه که با مو یک کلمه زندگی یک انسان را به خطر مواجه بسازی. شاید کلمه ای از دهنت خارج شوه که یک انسان را از اوج عزت به سقوط مواجه کنی. شاید کلمه ای از دهنت خارج شوه، چون زبان خیلی خطرناک است. متوجه زبان خود باشیم. قبل از اینکه ما سخن میگیم باید یک تعمق عمیق یا تأمل عمیق در مورد سخن داشته باشیم که ما چی میگم. گاهی اوقات یک انسان با دیگه انسان حرف نمیزنه مدت 4 ماه، 1 ماه، 1 سال، 10 سال. چرا؟ یک سخن زشت تو نگفته بود، چون او در درون جا میگیره. گاهی اوقات این سخنی که از دهن ما خارج میشه حیثیت یک مرمی داره که ما فکر انسان‌ها را، قلب انسان‌ها را شکار می‌کنه. او دیگه مربوط تو میشه. شاید این خیلی زهرآگین باشه. شاید رو به هلاکت مبتلا بسازه و شاید از دهنت خیلی کلمات شیرینی برآید که او انسان در تمام عمر خود متوجه یا منتظر یک کلمات تو بوده باشه. فقط این کلمات از دهنت خارج شوه. گاهی اوقات از کلمات تو یا کلماتی که از دهنت تو خارج میشه برای یک انسان زندگی می‌بخشه. یک انسان را متدین میسازه، یک انسان را مسیر خیر را برش راهنمایی میکنه. زبان تو که برش میگه. متوجه گفتار خود باشه. یحیی بن معاذ میگه، میگه دل انسان بسان کوزه هست. آنچه که در درون کوزه باشه یک زمان تراوش میکنه خارج میشه و زبان هم قاشقش هست که چی میپرده از داخل کوزه یا از داخل دیگ چی میگره و چی میپرده. از طریق زبان طعم قلب خیلی از انسان‌ها رو ما میتونیم بچشیم. از طریق زبانش. اگر کسی زبان بی اختیار داشت، زبان بی نوع کنترل داشت، و قلبش قلب خیلی نازیبا هست. چون این زبان تو ترجمان قلب تو هست. قلب تو رو ترجمانی میکنه. از درون تو شخصیت تو رو برای مردم به معرفی میگیره. شخصیت انسان زیر زبانش نهفته است. که چی از دهنش خارج میشه؟ اگر بدی ها از دهنش خارج میشد، قلبش مملو از بدی ها هست. اگر بغض و عداوت و سخنای دشمنی و کینه و کدرت ها از زبانش خارج می شد، بدانند که قلبش مملو از کینه و کدرت و بغض و عداوت و دشمنی هست. چون این ترجمان تو است که تو رو ترجمانی می کند، تو رو به مردم معرفی می کند. بیادتان باشد تا زمانی که سخن پیش شما هست، سخن اسیر شما هست. وقتی که از دهنتان خارج شد شما اسیرش می شود. باید بگردی همراهش، باید از پشتش باشی. گاهی اوقات یک سخن، یک سخنی که تهمت زنا کسی به کسی می زند، باید از این پاسخگو باشی. گاهی اوقات یک کسی را دشنام میده، باید از این پاسخگو باشی. گاهی پشت کسی یک چیز ناحق را بار میکنی یا میگی، باید پاسخگو باشی. شاید گاهی اوقات باعث از این شو که تو دوره بخوری، بالای تو حد تطبیق شو بخاطر که گفته هایت را کنترل نکرده. خیلی از اوقات زبان باعث میشه که ما و شما به هلاکت مبتلا میشه، به طرف هلاکت میره. احمد حدیث روایت کرده رسول ما صلی الله علیه و آله میفرمایه، میگه ایمان کسی استوار نمیشه تا قلبش اصلاح نشده و قلب اصلاح نمیشه تا زبان استوار نشود، تا زبان استوار نشود. زبان را متوجه زبان باشه. هر صبح تمام اعضا به زبان فروتن میشه، خاضی میشه، برش زاری میکنه به اصطلاح ما و شما که اتق الله فینا، در مورد ما از خدا بترس. تو اگر راست باشی ما راست هستیم، تو اگر کج باشی ما کج میشیم. خیلی اوقات طبیعت کس که بند میشه توسط یک سخن، طبیعتش بند میشه توسط یک سخن.
همین سخن است که از دهن یک مرد خارج میشه در مقابل خانمش که طلاق هستی، طلاق هستی، طلاق هستی، زندگی خود را به هلاکت مبتلا میسازه توسط یک سخن. میبینید کنار هم دو فامیلی که تا به حال کنار هم با صمیمیت و عطوفت و مهربانی زندگی میکردن، بعد از این سخن دیگه زندگیشون به هلاکت ها مبتلا هست، چون سخن است از دهنش خارج شد. زبان خود را کنترل بکنه. این زبان دو آفت داره، آفت سکوت و آفت گفتنهای باطل، هر دویش آفت هست. اگر ما در مقابل باطل سکوت میکنیم، ما به آفت سکوت مبتلا هستیم، زشت است. ما یک شیطان گنگ هستیم در این حالت. یک کسی که از گفتن حق ابا میورزه یا در مقابل باطل سکوت میکنه، یک شیطان گنگ هست، یک ابلیس گنگ هست. و کسی که گفته های باطل از دهنش خارج میشه، یک شیطان گویا هست. هر دویش آفت هست. توجه باشه. ایتون نمیشه که در هر جای من صمت نجاه. کسی که سکوت کرد نجات یافت. گاهی اوقات ما به خاطر گفته های ما مؤاخذه نمیشیم، به خاطر سکوت خودم مؤاخذه میشیم. چرا سکوت کردی؟ چرا خاموشی اختیار کردی؟ این جایی بود که باید میگفتی، این جایی بود که باید حرکت میکردی، از زبان چیز خارج میشد، باید زبانت به حرکت در میآوردی. یک بزرگ را کسی در خواب دید، چه حالت داره، حساب و کتاب چه قسم بود. گفت من در مورد یک گفته خود، یک سخن خود مورد بازپرس قرار گرفتم. گفت گفته چی بود؟ گفت ای بود که مردم چقدر به باران نیازمند هست. یک جای باران نمیشد، من گفتم مردم چقدر به باران نیازمند هست. از این از من سوال شد که تو از مصلحت بنده های ما چی میدانی؟ خب دقیق متوجه باشه از چیزهای از ما سوال خواد شد. بین یک روز یک ارزیابی بکنم که از ساعت 5 صبح یا بعد از نماز صبح تا شام از زبان ما چی خارج میشه. هر چیزی که خارج میشه، اگر خوبی ها باشه امو اندازه قلبت خوب هست، اگر بدی ها باشه به با اندازه بد هستی، به مو اندازه زشت هستی، به مو اندازه قلبت به قدرت ها و به حلاکت ها مبتلا هست. چون ترجمانی میکنه آنچه که در کوزه هست یا آنچه که در دیگ است در کاسه میبره، و چیزی که در درونت هست میبره از دهنت خارج میشه. حالا از بوتل عطر خارج میشه، بوی خیلی خوش خارج میشه، از جای دیگه خیلی چیزای بد خارج میشه، ضرور نیست که بگویم. میشه پس متوجه باشین که چی میگه. زبان خود را کنترل بکنیم. انسان در روز قیامت میبینه که با کوههای از حسنات مواجه هست، کوههای از حسنات در پیشرویش قرار داده، ولی با زبان همیشه تباه و برباد کرده. خیلی از اوقات میشه که تو با تهجدها پیشگاه پروردگار حاضر شوی، با اذکار و استغفار و تلاوت های قرآن، با صدقات و خیرات ها و زکات ها و حج ها و تهجد ها و اشراق ها و ضحا ها، نمازهای ضحا و نمازهای اوابین، با ذکر و استغفار، اما با یک کلمه یا با دو کلمه یا با ده کلمه تمام خوبی هازت گرفته شده. یک کس خادمت که مرا دشنام داد، یک کس خادمت که مرا زشت گفت، مل مفلس، حدیث مفلس بایدتان هست که مفلس کی هست؟ صحابه گفتن مفلس کسی را گفتمش که در همون دینار نداشت. گفت نه، مفلسی کس نیست، مفلس کسی هست که در روز قیامت با حساب و کتاب صورت میگیره، یا یک انسانی با تمام خوبی ها در پیشگاه پروردگار حاضر است، یک کسی میگه که یک روز مرا دشنام داد، یک روز مرا زشت گفت، یک روز مرا فلان، بالاخره از خوبی های گرفته شدم از زبانت گفته. حدیث روزم در یک درس یادآوری کردم، گاهی اوقات انسان در نزدیک بهشت قرار میگیره و توسط یک کلمه از پهلوی بهشت خود به طرف جهنم میرسونه، به طرف جهنم میکشونه. ابوبکر رضی الله عنه میگفت که همین زبان مرا به حالات خیلی گوناگونی رساند. رسول الله به صحابه میگفت کف علیک هذا، زبانت متوجه باش. من از دیروز کی را خواندم در کتاب، تا به این لحظه را کم کم متوجه زبان خود هست، کم کم متوجه هستم. بین بیشتر متوجه شد. خیلی گفتن خوب نیست، خیلی گپ زدن نشانه انسان‌های عاقل نیست، خصلت انسان‌های عاقل نیست. خیلی گفتن، خیلی پر حرف، خیلی پر گپ به اصطلاح ما شما، خیلی خوب نیست. انسان بد معلوم میشه، انسان کوچک معلوم میشه، انسان سبک معلوم میشه. سنگین باشن که سبک ها رو باد میبره. زبان را کنترل کنن که باز خیلی سبک میشن در بین مردم. چطور حامد؟
زبان کنترل کنه. دیگه درچه‌ای که این دومین درچه بودن درچه گفتار که زبان خودمو کنترل نمی‌کنیم. مشکل اساسی ما این بخش دومش است. خوب است الحمدلله تا یک حد شاید از خدا بترسم چشم ما کنترل شوه، تا یک حد اگر اون زیاد کنترل نمیشه، ولی گاهی اوقات در بازار ما اگر کنترل کنیم به خاطر که مردم بگه خیلی با تقوا هستی ماشاءالله، شاید از ترس مردم باشه، ورنه در یک مخفیگاه یا در خلوت قرار بگیرم شاید خوب شکم سیر ببینه. اما از این آدرس ما مشکل داره، از این آدرس گفتار خیلی مشکل داره. یا توسط زبان خود کسی مسخره میکنه، توسط زبان غیبت میشه گناه کبیره هست. یک انسان مسخره میشه، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى. یک انسان توسط لقب های زشت ملقب میشه توسط این زبان، یک جای ناحق گفته میشه توسط این زبان، یک جای پشت کسی تهمت میشه توسط این زبان، حق کسی توسط گفته های تو از یک شخص دیگه گرفته میشه توسط این زبان، یک کسی توسط این زبان از تو اذیت میشه. المسلم من سلم المسلمون من لسان اول لسان بعد از ویات فلا تقل لهما اف، اف از زبان میخیزه، از دهن تو خارج میشه. شاید قیل اوقات ما در مقابل پدر و مادر خود دست خود دراز نکنیم، ما زبان شاید دراز باشه، متوجه زبان خود باشه. دیگه دریچه ورود گناه و معصیت، یکی از دریچه های اساسیش دریچه گام ها هست. قدم میزن، قدم زدن زشت، راه شیطان را گام گذاشتن، به مسیری که شیطان رفته به اون مسیر گام گذاشتن، این از دریچه های ورود گناه و معصیت است. هر زمانی که حرکت میکردن یک دفعه پایتون را گویا پایتون حرف میزنه، به پایتون بگید کجا حرکت داری، کجا میری، نشود در جای بروی، در جای قدم بزنی که خدا برات گفته قدم نزن در اون جای، در اون جای نرو، برات معصیت پیش میاد، در معصیت مبتلا و هلاکت مبتلا میشه، به معصیت مبتلا میشه، به نافرمانی من مبتلا میشه، از من نافرمانی میکنی. این پای که از جانب خدا به تو داده شده ایر خلاف خدا استعمال نکنه، این باید جز کسب پاداش الهی در جای دیگه قدم نزنه. خوشا به حال او قدم هایی که به خاطر خدا قدم میزنه، خیلی زیبا است او قدم ها، او قدمی که به خاطر علم، به خاطر طلب علم یا کسب علم قدم میزنه، او بالای پرهای یا بالهای ملائکه قرار داره. حدیث رسول الله هست. انسان اکثریت اوقات بدون او لغزش مبتلا میشه، یک لغزش زبان هست و یک لغزش گام ها هست که در یک آیه هر دویش یک جای بیان شده. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. از جمله صفات های عباد الرحمن بنده های نیک پروردگار ای هست که وقتی که را میرن خیلی فروتن، غیر متکبرانه، خیلی به فخر و فخر فروشی و متکبرانه را نمیرن، و در ضمن کسی که با این اذیت میرسانه یک با جاهل روبرو میشه، السلام علیکم. یعنی لغزش زبان و لغزش گام متوجه باشه، چون این سیومین درچه اساسی ورود گناه و معصیت است. چون تو از محل پاک به طرف محل معصیت میری، محل نافرمانی میری، خیلی پای باعث شده که تو یک محل یا مجلس نافرمانی پروردگار اشتراک میکنه. چهارمین درچه ورود گناه یا درچه اساسی گناه و معصیت درچه خیال و تصورات است. ولی متاسفانه خیلی اوقات تصور ما به تصدیق تبدیل میشه، منطق خوانده این حتما. خیالات خیلی زشت است. گاهی اوقات یک خیال پلاو میزنیم، مرخ پلاو، یک کسی را در فکر خود میپرورانه. گاهی اوقات بعضی کسا تماس میگیرن در این مورد، در این مورد که من گاهی اوقات تصور میکنم سرمایه تو یک حالت میه، نکم اون تصور را، این فکر خود در کنترل خود لاقل داشته باش که چی میکنی، چون این خیالات و تصورات به اندازه مهم اساسی است، مهم و اساسی است که سرمنشه هر خیر و شر خیالات و تصورات تو است. این اکثریت اوقات بعد از دید چشم صورت میگیره، خیالات و تصورات. اگر دید چشم کنترل شده، خیالات و تصورات هم کنترل هست، چون این خیالات انسان در درون دل انسان در گردش هست، به او اندازه میگرده میگرده که به آرزوهای باطل تبدیل میشه. خیالاتت به آرزوهای باطل تبدیل میشه. آرزوهای باطل به کجا میکشونه تو را؟ به هلاکت، به سقوط، به انحطاط، به ذلت ها و به بدی ها و به نافرمانی پروردگار تو را میکشونه. خیالات خود کنترل کن، به هر چیز چرت نزن در مورد هر چیز. هر جای بیکار شدیم یک چرت مزخرف در ذهن ما بگرده، یا در مورد کدام پسری، یا در مورد کدام دختری، یا در مورد کدام زیبایی بدی
که ظاهرا زیبا ولی در حقیقت خود خیلی زشت. تو رو به آرزوهای باطل میکشانه، آرزوهای باطل تو رو از همه خوبی ها عقب میکشانه. چرا ما خیلی تصور نکنیم و خیالات رو از فکر خود دور بکنیم، از ذهن خود دور بکنیم؟ به خاطر ازی که خیالاتی که بر اثر ناتوانی و تنبلی و سستی باشه، خیالاتی که بر اثر تنبلی و سستی و کسالت باشه، نهایتش حسرت و پشیمانی و ندامت هست. چرا؟ به خاطر ازی که تو خیال و تصور در مورد یک چیز میکنه، در مورد یک چیز یک خیال و تصور داره، اما به او چیز رسیدگی کردن نمیتونه دقیق متوجه باشه. در مورد یک چیز خیال میپرانه در ذهنت، در او رسیدگی کردن نمیتونه، باعث پشیمانیت میشه. میبینیم که آغاز مشکلات. یا در مورد یک چیز خیال و تصور میکنه، توانایی انجام او کار را داره، ولی او کار معصیت خدا هست، از کجا آغاز شد؟ از خیال و تصورت آغاز شد. پس اگر سست هستی یا تنبل هستی یا قوی هستی قدرتمند هستی، از خیالات نازیبا و بد خود را دور کن. یا نهایتش حسرت و پشیمانی هست، یا نهایتش و فرجامش و انجامش تو را به گناه مبتلا کردن و به آرزوهای باطل آغشته شدن هست نهایتش. در کل خیالات نفس و خیالاتی که در ذهن ما گاه اوقات میگرده روی چهار اصل شاید باشه. یکی ای که گاهی اوقات خیالات برای جلب منافع دنیوی هست، چه قسم پول دار شو. شاید یک اندازه خوب باشه، شاید یک خیال و یک فکر در مورد تجارتت برات خیلی مسیر را باز بکنه. یا یک خیال دیگه هست که در جهت دفع و ضرر زیان دنیوی، دفع و یعنی دفع ضرر و زیان دنیوی تو چرت بزنی، خیال بکنی، یه هم خوب است. یا گاهی اوقات خیال تو برای دستیابی مصالح آخرت هست که من چه قسم به آخرت، به آخرت خود بیندشم کار بکنم، به آخرت خود یک چیز داشته باشم، در اکاونت من یک چیز جمع باشه به خاطر مصالح آخرت، یه هم خوب است. یا گاهی اوقات خیالات ما در راستای پرهیز از زیانها و اضرار آخرت هست که ما چی، یعنی گاه اوقات خیال ما به این خاطر باشه که من یک کار را انجام ندم که به آخرت ما ضرر برسانه. در صنف حفظ هم نوخت، در صنف دفتر هم نوخت، خوشا به حالی تو موفقیت. این جمله مترزه بود، کسایی که لایف را میشینیدن اونا مستثنا هستن. جناب احسان نوخت نکن. عالی‌ترین و سودمندترین خیال کدام خیال هست؟ اندیشه و تفکر در مورد مخلوقات پروردگار، در مورد خلقت‌های پروردگار، در مورد موجوداتی که پروردگار موجود کرده، ایجاد کرده و روز قیامت انسان را به خوبی‌ها می‌رساند. مثلا تفکر در آیات قرآن کریم و تلاش برای فهمش. سلف صالح می‌گفتند که قرآن جهت عمل آمده، ولی متأسفانه که ما جای عمل را برای تلاوت خالی کردیم. این در جای عمل ما تلاوت می‌کنیم. این گویا طور فکر می‌کنیم که قرآن فقط به خاطر تلاوت نازل شده. در حالی که دی اگر بیندیشی خیال و تصور و فکر دی مورد باشه، تو رو به خیلی خوبی ها میرسانه. گاهی اوقات یک آیه اگر دقیق متوجه باشن، او رو برای شما گفتم که دعا فراموشتان نشوه، این دعا خیلی زیبا هست. این چی وقت زیبا برات معلوم میشه؟ که خوب دقیق و عمیق دی ترجمهش فکر بکن، تأمل بکنه. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. گاه اوقات آیات را که تأمل میکنه، در موردش تدبر میکنه، طوری برات ذهنیت پیدا میشه گویی آیه را اولین بار است که میشنوی، اولین بار هست. در این مورد تصورات و خیالات باشه مشکل نداره، فکر کن در مورد یک آیه، چون یکی از اسباب هدایت یک انسان تدبر در قرآن کریم است که انسان هدایت میشه. و تفکر در جهان هستی، تفکر دی که در نعمت ها و احسان و بخششی که الله تعالی برای تو کرده، دی انسان را به خوبی ها میرسونه. غیر صورت اگر تصورات دیگه باشه، تصورات باطل باشه، تو رو به آرزوهای باطل میکشانه. وقتی به آرزوهای باطل کشاند، یا رسیده میتونی یا رسیده نمیتونی. اگر رسیدی هم گناه هست، اگر نرسیدی پشیمون میشی، حسرت میخوری، نادم میشی، دردت میگیره. و دیگه تفکر در عیبهای درونی و بیرونی بر انسان کدام آفت پیش میه، در مورد عیبهای خود هم تفکر بکنه که من چی عیبی دارم، چی مشکلاتی دارم. حتما هر انسانی اگر یک
روز یا در نهایت روز، در آغاز روز یا در نهایت، خوب است که در نهایت روز باشه. در مورد عیبه های خود یک جستجو کنه که چرا من زشت هستم، چرا من بد هستم، چرا من خوش مردم نمیام، چرا مردم مرا بد میپندارن، چرا انسان های خوب در کنار من نمیمانه، چرا همیشه بدها در کنار من، از خوبها و خوبیها از کنار من میره. متوجه عیبه هایت باش. یک لحظه ای که انسان در حال خود تأمل بکنه، فکر بکنه، یک خیال و تصور در مورد خود داشته باشه، خیلی زود موفق میشه. روزی کسی پرسون کرده هیچ هدایت نمیشه. اگر کسی خیال هدایت را داشته باشه، تصور در ذهن خود که چی وقت هدایت خواشم، چی وقت هدایت شدم، بالاخره الله متعال امرای ایزی همه و اندازم کاری میکنه که مسیر هدایت را تعقیب بکنه. اگر ما اصلا خیال و تصور را نداشته باشیم، بس فکر نکنیم این راه که تو میروی به ترکستان هست. پای ما تمام شد. درس امروز ما معرفی درجه های اساسی برای ورود گناه و معصیت بود. یکی درجه نگاه های چشم بود. دومش درجه خیال و تصورات بود. سومش درجه گفتار بود. و چهارم درجه گام ها. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، اگر اون حق گفته باشم سهم شیطان بوده، اشتباهی